به نام خداوند بخشنده مهربان و با درود بر یکایک عزیزان، حاضران و غائبان و آرزوی نیکبختی و حسن عاقبت. بله، نوبت گذشته همچنان در داستان تلقک و پادشاه بودیم. پادشاه رو غضبی فرا گرفت به سعایت وزیر بدخواه و فرمان به زندان و شکنجه تلقک داد. به همین مناسبت مولانا سخنانی در باب عدل گفت و ظلم، و اینکه عدل قرار دادن هر چیز در جای خیشتن است و ظلم بیرون بردن چیزی از جای خیشتن یا چیزی را نابجا نهادن، و توضیحات نیکویی داد و او اینکه گاهی عدل ممکن است صورت تنبیه، صورت مجازات و خشونت به خود بگیرد، اما باکی نیست مادام که نتیجه عادلانه باشد و به سود شخص عقوبت شده یا به سود جامعه به حیث کلان. باری این سخنان را از مولانا شنیدیم تا به اینجا رسیدیم که گفت تلقک من نمیگویم گذار، من همی گویم تحریی بیار. گفت من نمیگویم که از من در گذر، ولی تحری کن. تحری یعنی جستجو. در قرآن هم کلمه تحری یا اولئک تحروا رشدا داریم، کسانی که دنبال رشدند و دنبال حقیقتند، تحری حقیقت میکنند. گفت جستجو کن، تحقیق کن و بعد از آن فرمان بده که مرا کیفر بدهند و عقوبت کنند. این ره صبر و تعنی در مبند، صبر کن اندیشه میکن روز چند. در تعنی بر یقینی برزنی، گوشمال من به ایقانی کنی. وقتی تحری کردی و تعنی کردی و صبوری ورزیدی و حوصله کردی و شتاب زده تصمیم نگرفتی، آنگاه به یقینی میرسی یا به اطمینان خاطری، و با یقین مرا گوشمال میدهی، نه با حدس و گمان و نه بر اثر تحریک و سعایت بدخواهان. در روش یمشی مکبن خود چرا، چون همیشه آید شدن در استوا. یمشی مکبن اقتباس از قرآن است که در سوره ملک هست: فمن یمشی مکبن علی وجهی اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کسی که بر روی خود راه می رود، یا حالا به زبان فارسی تر ما بر سر راه می رود بهتر است و کسی که بر پا راه می رود، کدومیشون راه پیمایان بهتری هستند و زودتر و نیکوتر به مقصد می رسند؟ مولانا همین رو اینجا اخذ و اقتباس کرده و می گوید در روش، یعنی در رفتن، یمشی مکبن خود چرا؟ چرا آدم باید با سر راه بره وقتی که شاید شدن در استوا؟ یعنی می تواند که برود در استوا، یعنی در حال اعتدال بر پا راه برود. مشورت کن با گروه صالحان، بر پیمبر امر شاورهم بدان. این یکی از نمونه ها و مصادیق بر پا رفتن است، نه بر سر رفتن، و او اینکه آدمی به عقل خود اکتفا نکند و استغنا نورزد، بلکه با صالحان مشورت کند. این البته نکته بسیار مهمی است. با هر کسی هم نمی شود مشورت کرد، برای اینکه آدمیان انباشته از مشکلات روانی و فکری هستند، معلوم نیست که بتوانند بهترین مشاوره رو به شما بدهند، و بلکه گاهی تیرگی بر تیرگی می افزایند. مولانا در جای دیگه میگه عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. عقل رو پیش عقل بنشان، بعد میگوید که نفس رو پیش نفس منشان. نفس یعنی همون جنبه از وجود آدمی که بر عقل چیره میشود و زمام عقل رو به دست میگیرد و به راه خود میبرد و به عقل فرمان میدهد. حقیقت این است که
حالا اگر ما مثل هیوم نگوییم که عقل برده عواطف است همواره، ولی در موارد بسیاری این چنین است، بردگی میکند. بردگی کردن عقلم به این است که توجیه میکند خواسته ها و خواهش های نفس رو، نفس اماره رو، و بنابراین راه رو برای اعمال نظرهای ناروای اونها باز میکنن. این مسئله که مشاورت باید کرد، و بعضی ها هم میگن که دموکراسی همون نظام مشاوره است. نه، نیست. نه اینکه دور دور از آن باشد، ولی 100% آن نیست. برای اینکه فی المثل اگر کسی مثل مولانا سوال بکنیم، میگه دموکراسی ازدحام نفوس است، اجتماع نفوس است، نفس ها کنار هم قرار میگیرند و کمتر عقل ها، علل خصوص در روزگار حاضر که کار به دست رسانه هاست و به دست سرمایه‌داران و پولداران. رسانه ها رو میخرند و اجیر میکنند و در مغز مردم کشت و زرع میکنند و توجهشون رو به این جانب و اون جانب برمیگردانند، و به همین سبب بیش از اینکه عقول کار کنند، نفوس کار میکنند. عقول تحت تسخیر اون فریبکاران و خودگران قرار میگیرد و آدمیان رو به سوی سوق میدهد که آنها میخواهند. اما اینکه چگونه این رو میشه علاج کرد، خب این البته یکی از معضلات روزگار ماست. ارسطو در کتاب سیاست خودش، گرچه که بحث از دموکراسی رو میکنه، ولی چندان نمیپسنده. اما خب آلترناتیو های او هم معلوم نیست آلترناتیو های بهتری باشن. یعنی ما اگر اولیگارشی داشته باشیم، یعنی چند نفر از بزرگان و افاضل و اکابر بر سر کار بنشینن، اهل حل و عقد به قول گذشته، یا دیکتاتوری داشته باشیم، خواه دیکتاتوری عادلانه باشه، عادلانه به معنای خیرخواهانه باشه، و هم دیکتاتوری غیر خیرخواهانه، اینا مفاسدش ظاهرا بیشتر از محاسنشه. به علاوه در روزگار حاضر، شاید در گذشته، نظام سلطنت، نظام تک فرمان روایی، نظام دیکتاتوری و آمریت و ولایت و خلافت برای جوامع ساده گذشته کار می کرده و نیکو بود، مؤثر بوده و در تدبیر امور موفق بوده است، کما اینکه کما بیش این چنین بوده و مردم هم بیش از یک ولی عادل یا یک سلطان نیکخواه نمی خواستن. و به همین سبب هم بزرگان قوم، فیلسوفان و متفکران اندرزنامه می نوشتن، نصیحتنامه می نوشتن، نصیحت الملوک می نوشتن و امثال اونها، برای اینکه پادشاهان رو راهنمایی کنن که کمی دست از جور و ظلم بردارن. و شبیه همین سخنی که اینجا دلقک با پادشاه می گوید، که در واقع از دل همون اندرزنامه ها و نصیحتنامه ها بیرون می آید. پادشاه رو توصیه می کردن که غضب خودش رو فرو بنشاند. وزرایی در کنار پادشاهان بودن که می کوشیدن که شاه رو امر به تعنی بکنن یا در چنین مواردی رأی او رو برگردانن، گرچه خودشون هم می دانستن که در معرض خطرن. گاه غضب شاه دامن اونها رو هم می گرفت، اونها رو هم می سوزن. به هر حال کار سیاسی در نظام‌های استبدادی بسیار پرهزینه است، بسیار پرهزینه است. یعنی گرچه که میل آدمیان به قوت و رسیدن به مناصب عالیه و جاه طلبی که در ذات کثیری از آدمیان هست باعث میشه که این خطرها رو نبینند و به سوی مناصب عالیه بشتابند و خود رو به آب و آتش بزنن چا تا منصبی، صدارتی، وزارتی به دست بیارن، اما خطرهاش در کمین است و غیر قابل نادیده گرفتن است. ما به قول اون دوست مرحوممون آقای رضا قلی، نظام نخبه کشی در کشور داشته ایم. سر چقدر سلاطین برباد رفته، چقدر وزرای نیکخواه که در کنار پادشاهان بودند، اینها بر افتادند.
از زندگی ساقط شدن، جان خودشون رو دادن. بر همین نزدیکی های ما از عصر قاجار به این طرف قائم مقام رو داشتیم، امیر کبیر رو داشتیم و تازه اینا افراد درشت بودن، خردها هم کم نبودن که به غضب سلطان گرفتار می آمدن. تا در دوران نزدیکتر خودمون ما مصدق رو داشتیم، در دوران خودمون مرحوم آقای منتظری رو داشتیم. اینها نه فقط از عرصه سیاست پرخطر بیرون رانده شدن، بلکه حقیقتا از یک زندگی عادی معمولی نرمال هم محروم ماندن و ساقط شدن، هم به لحاظ زندگانی و هم به لحاظ آبرویی و حسن آوازه و شهرت در میان مردم لکدار شدن، بدنام شدن و زندگی رو به سختی سپری کردن. نمانند یک انسان معمولی که فی المثل در یک بازی باخته و سرفراز میتواند به زندگی خودش ادامه بدهد. این چنین بود اوضاع گذشته. لذا به قول چرچیل، سیاست دموکراسی بد است اما بهترین بد است در حال حاضر، یعنی در میان آلترناتیو هاش. و حقیقت این است که این نهایت عقلانیت آدمیان است. در روزگار حاضر شاید در آینده راه های بهتری پیدا کنند، اما در گذشته همین بود. توصیه می کردن به سلطان که تأنی کن، و بارها شده بود در مورد خود ناصرالدین شاه هم میگن که نسبت به قتل امیر کبیر بعدها پشیمان شد. در حال مستی رفته بودند و از فرمانی گرفته بودند و بلا فاصله هم عملی کردند تا مجالی برای شاه نماند که دوباره بیاندیشد، بلکه فرمان خود رو پس بگیرد و رأی دیگری صادر کند. و چنین بود، بدخواهانی که دور سلاطین بودند تدبیر همه امور رو می کردن و دست و پای سلطان رو در عنا و قصه گردو می گذاشتن و مجال رو از او سلب می کردن و رأی خودشون رو عملی می کردن. و به همین سبب هم یه عده‌ای فرمان مطلق دوری از قدرت می دادن و می گفتن که جز آلودگی چیزی نیست، اما این یک شرط لازم است. بگذار کسانی که می خواهند سر به بازند به سوی او بروند. جهان هیچ وقت تهی از چنین فرمان روایان آلوده نیست، و بلکه نظام عالم وجود آنها را هم اقتضا می کند و طلب می کند، و نمی توان فرمان به ترک سلطنت داد، نمی توان فرمان به تعطیل سیاست داد. هیچ کدام اینها روا نیست، عملی نیست، بلکه مقتضای نظام عالم است. اما شر او رو باید کمتر کرد. اگر هم کمتر نمیشه، آدمی سر خود رو باید بگیرد و به کار خود بپردازد و به اصلاح درون خیشتن و آباد کردن خانه آخرت. در روش یمشی مکبن خود چرا، چون همیشه آید شدن در استوا. مشورت کن با گروه صالحان، بر پیامبر امر شاورهم بدان یا بخوان. بله، در قرآن هم هست که به پیامبر دستور داده شده است که به شاور هم فل امر. خطا کرده اند کسانی که گفتند که مشورت های پیامبر سوری بود، برای دلخوش کردن اطرافیان بود که من با شما مشورت هم می کنم، در حالی که می دانست چه باید بکند و خدا پیشا پیش به او گفته بود و حق و باطل رو برای او روشن کرده بود. اما به صورت ظاهر مشنه اینطور نبود. پیامبر بود وقتی که وحی به او میرسید، اما در زندگی دنیوی خودش اینطور نبود که تلفن در دستش باشه و هر روز از آسمان به او اطلاع بدن چنین کن، چنان کن، چنین رو خواهد داد، چنان رو خواهد داد. این چنین نبود. عقل خود رو به کار میگرفت و عقل اطرافیان رو و همراهی میکرد. البته علی ظاهر و اونچنانی که مورخان نوشتن، خب پیامبر نسبت به اونها چند سر و گردن بالاتر بود. مرد بسیار مدبری بود، مدیر بود، مرتجبه بود، راهدان و کاردان بود. و اونها هم نه به سبب اینکه او
سمت بالاتری داشت، به سمت اینکه به سبب اینکه عقلانیت او و کاردانی او رو میدیدن در موارد بسیاری تسلیم او میشدن. اما امر به شاورهم امر سوری نبود، اینکه ظاهرا از این و اون بپرس اما باطنا کار خودت رو بکن و رأی خودت رو داشته باش. این چنین نیست. هم درست شبیه این که شما در دعاهای پیامبر، در دعاهای پیشوایان دین میبینید که استغفار میکنند، این از خداوند مغفرت میطلبند. برای چی؟ برای گناهانشون. یه عده‌ای گفتن اینو سوریه، برای این است که مردم یاد بگیرن و استغفار کنن و طلب آمرزش از خداوند میکنن. نه، این طورا نیست. اینا حقیقتا سخنان بسیار پیامبر ناشناسانه نیست. ابدا اینطور نیست. کسی که تضرع میکنه به درگاه خداوند و حالت بکا و تباکی به او دست میده و حقیقتا میسوزه و بر خود میپیچه و از خداوند آمرزش میخواهد، این نمیتواند تئاترگونه باشه، نمیتواند نمایشی باشه، برای تشویق دیگران باشه. این حقیقتی است. هر بزرگی حتی در هر مرتبه که هست نقصانی و قصوری در خود میبیند و لذا به درگاه خداوند مینالد و به رفع اون قصور و نقصان میکند و طلب کمال میکند. همچنان که یه دیم گفتن پیغمبر همه چیز میداند یا امامان همه چیز میدانند. خب در خود قرآن ما داریم که رب زدنی علما، قل به پیامبر فرمان میدهد که از خداوند طلب ازدیاد و فزونی علم کن، خداوند بیشتر به من یاد بده. خب پس این چه حرفیست که بیشتر به من یاد بده؟ خب معلوم این است که خیلی چیزها نادانسته ها هست که پیامبر باید یاد بگیره. و دیگران، هر کسی در وضع و مرتبه خودش و علا قدر مراتبه هم، بار اینها را حقیقی بگیرید نه مجازی. مشورت کن با گروه صالحان، بر پیامبر امر شاورهم بدان. امرهم شورا برای این بود که از تشاور سهو و کج کمتر رود. تشاور یعنی مشاورت دوستویه. این خردها چون مساوی هنور است، 20 مصباح از یکی روشن تر است. مصباح یعنی چراغ. میگوید که عقل مردم مانند چراغ است و وقتی چراغ ها رو پیش هم میگذاری، 20 تا چراغ رو کنار هم میگذاری، روشنایی بیشتر خواهد بود تا وقتی که یک چراغ باشه. تو که بو که مصباحی فتد اندر میان، مشتعل گشته ز نور آسمان. امکان این هست، امید این هست، بود که، شاید که در میان این عقول عقلی باشد پیامبرانه، عقلی باشد اکمل از دیگران. و تو که نمیدانی، فقط در مقام عمل کشف می شود و معلوم می شود که از قضا فلان کس در فلان کار، در فلان امر پخته تر است، عاقل تر است. لذا مشورت شرط است. چه برای کسانی که به لحاظ عقلانی نظیر و نزدیک به یکدیگرن و چه وقتی که از قضا در میانشون یک عقلی پیدا بشود و او راهنمایی دیگران را هم به دست بگیرد. بو که مصباحی فتد اندر میان، مشتعل گشته ز نور آسمان. ممکن است که کسی عقلش روشنایی آسمانی داشته باشه، یعنی بصیرتی داشته باشه، یعنی بر اثر کاری که رو خودش کرده، بر اثر ریاضتی که کشیده، بر اثر عنایتی که خداوند به او داشته، بر اثر رزق واسع و کریمانهی که نصیب او شده، ای بسا که بر دیگران پیشی گرفته باشد. ولذا مقتنم است بهره جستن از خرد و تدبیر او. غیرت حق پرده انگیخته است، سفلی و الوی به هم آمیخته است. در این جهان، جهان ناخالصی هاست، همه چیز با همه چیز آمیخته است، سفلی و علمی. الوی، الوی یعنی اون آسمان نشینان و نازک بینان و خردمندان، اینها الوی هن، متعلق به عالم بالا هستن. سفلی
یعنی کسانی که اندیشه های خرد دارند، عقل جزوی دارند. در این جهان همه به هم آمیختند. ظاهرا معلوم نیست. جای دیگر مولانا میگه که در خلایق روح های پاک هست، روح های تیره گلناک هست. روح های روشن، روح های تیره و گلناک همه گونه هست و ظاهر نیست. در این موارد اینها ظاهر میشه. گفت سیرو می طلب اندر جهان، بخت و روزی را همین کن امتحان. خب در قرآن داریم که سیرو یعنی سیر در زمین بکنید. خب در گذشته برای هم شناختن آدمیان، هم مطالعه تاریخ گذشته آدمیان لازم بود سیر در زمین. خب در گذشته کتاب چندانی نبود، مردم هم سواد چندانی نشتن که گفته شود برید کتابهای تاریخ بخونید، کتابهای جغرافیا بخونید، ببینید جاهای دیگه دنیا چه خبر است، یا مثلا در گذشته ها چه اتفاق افتاده، تاریخ ویلدورانت بخونید. نه، این چیزا که نبود. واقعا راه شناختن دیگران همین بود که آدمیان راه بیفتند و بروند و دنیا رو بشناسند، اگر البته مجالی داشته باشند. امروز خب اصلا معنی سفر عوض شده است. حالا اینجا شما میبینید که سفر برای یکی سیر در آفاق و انفس بود، شناختن تاریخ دیگران و مردمان دیگر، و از همه مهمتر چی؟ پیدا کردن صالحان. صوفیان یکی از تعلیماتشون این بود که بروید و بگردید و بزرگان رو پیدا کنید. سفر رو به این قصد بکنید، نه به قصد تفریح، به قصد رفع ملالت. بله البته اون گونه سفرها هم بود، تقرب تان فی طلب الاولا و سافر ففی الاسفار خمس فواید، این بیتیست، دو بیتیست که منصوب به امام علی علیه السلام است. تفرج هم من و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجد. 5 تا خاصیت و خصلت در سفر هست. یکی تفرج هم است، یعنی رفع ملال، و دیگری اکتساب معیشت است یعنی تجارت، دیگری علم آموختن است و علمون و آدابون، آداب و رسوم دیگری یاد گرفتن، و صحبت و ماجدی و رسیدن به و مصاحبت با بزرگان. خب این امروز که میبینید دیگه سفرها پاک معنی دیگری پیدا کرده و این توریسم در واقع همه این معانی رو از هان پاک کرده. راه میفتن، خرج میکنن، تفریح کنن، یه جاهایی رو برن ببینن، موزه رو ببینن، یه سدی رو ببینن، یه پلی رو ببینن، یه شهری رو ببینن، اینجور چیزا که اغلب هم یادشون میره و فقط به درد تعریف کردن تو مجالس میخوره که خب ما اونجا رفته بودیم، اونو دیدیم. اما این که از اول وقتی بار سفر میبندند و شد رحال میکنن، چنین عزمی، چنین نیتی در ذهنشون باشد که برویم، بلکه کسی رو پیدا کنیم، یه انسانی رو پیدا کنیم. از این دیو و ددها که ملولیم، گفت از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. حالا درسته یافت می نشود، ولی خب اون که یافت می نشود آنم آرزوست. حالا مولوی هم اشاره می کنه، میگه سیرو، خداوند فرمود سیر کنید در زمین، میگه با بخت و روزی را همی کنه امتحان. گفت کار چی داره؟ بخت دارد. بخت تو شاید باز بشه، شاید پیدا کنیم، چون تضمینی که وجود نداره، در هیچ چیزی تضمین وجود نداره. اونم که سفر تجاری میکنه که تضمینی نیست که سود کنه، گاهی زیان میکنه. ولی تاجر ترسنده طبع شیشه جان، در طلب نسود بیند نه زیان بل زیان بیند، که محروم است خار نور او شد که باشد شعله خار. اینجور خطرها رو بر خود هموار کردن، شما سفرهای گذشته رو ببینید و بیندیشید که چقدر پر مخاطره بود، هم به لحاظ رفتن با مرکبهایی که توان فرسا بود، هم خوف و خطر راه زنان که میکشتن هستی هم رو به باد میدادن، مال و تجاره تاجران رو میگرفتند و از میان میبردن و امثال اینها، و تا به مقصد برسند که حالا آیا به نتیجه مطلوبشون برسن یا نرسن. اما این مطلب که آدمی دنبال یک کسی برود، یک روشنبینی، یک انسانی که دستگیری بکنه، راهنمایی بکنه، فقط
چنین سفری ارزش رفتن داره، یک کار مثبتی بکنه، کسب سرمایه‌ای بکنه و از همه مهمتر یک صالحی رو پیدا بکند که دیگه اون سرمایه عمری او خواهد. گفت سیرو می طلب اندر جهان، بخت و روزی را همین کن امتحان. اینها جز به روزی آدم است، بعضی ها روزیشون بیشتره، بعضی ها کمتره، درست مثل همه چیز دیگر داره. ایله کم کن، کار اقبال است و بخت و نعمت ها در این جهان مساوی توزیع نشده است. ظلمن به کسی نشده، نوبت قبل گفتیم اینها کرم الهی است، ولی مساوی توزیع نشده است و هر جای دنیا نگاه بکنید شما این تفاوت ها رو میبینید. تبعیض نیست، تبعیض یعنی دو کس حق مساوی داشته باشن، به یک کسی کمتر بدی به دیگری بیشتر، تفاوت هست و این تفاوت همینیست که ما همه جا میبینیم. همه شؤون زندگی آدمیان با هم متفاوتن، دو تا برادر دو تا خواهر با هم متفاوتن، دو تا همشهری متفاوتن، آدمیان امروز با آدمیان 200 سال پیش متفاوتن، هوش آدمیان، زیبایی آدمیان، توانایی جسمیشون، سلامتیشون، عرض می شود که هر چی که شما فکر بکنید اینا با هم متفاوتن و این تفاوت لازمه این عالم است، قائمه این عالم است. اگر همه مساوی بودن این جهان این جهان نبود. اصلا ماده نمی تواند به تساوی امور رو و نعمتها رو میان مردم قسمت بکند. زمان که می گذرد، فضا که متفاوت می شود، اینها تأثیرات متفاوتی در امور می گذارند و لذا جهان جهان تفاوت هاست و نمی توان آرزوی رفع تفاوت و رفع اختلاف کرد، بلکه از این اختلاف باید استفاده کرد. یعنی من اگر عقلم کمتره از اون کسی که عقلش بیشتره استفاده می کنم. خدا به او یه چیزی داده، به من نداده، خب حالا بالاخره هست دیگه تو این عالم، من باید برم دنبالش و پیداش کنم. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ البته بایدم پیداش کنم. یادم هم هست که خون خوری گر طلب روزی ننهاده کن، ممکنم هست که نصیب من نباشه. اینم ضمناً آدم باید در پس ذهن داشته باشه، نه هرچرا که ما میطلبیم خواهیم یافت. بله، در مجالس می طلب اندر عقول، آنچنان عقلی که بودن در رسول. زن که میراث از رسولان است و بس، که ببیند غیب ها از پیش و پس. در مجالس هم نگاه کن، با دیگران نشستی و مصاحبت و مجالست می کنی، ببین کدومشون رسولانه تر است و عقل رسولانه دارد. و به قول مولوی تنها میراثی که از پیامبر مانده است همین عقل پیامبرانه است. و عقل پیامبرانه چه جور عقلی است؟ عقل دوراندیش است. ببینید اینجا که مولانا میگه که ببیند غیب ها از پیش و پس، معناش غیب دانستن و از عالم غیب خبردار بودن نیست. غیب یعنی پیامدها، یعنی این نتایجی که هنوز ظاهر نشده. یک انسان روشنبین و پخته میتواند حدس بزنه و اصلا دوراندیشی معناش همین. عقل اصلا یعنی دوراندیشی. کسی که همین ظاهر و سطحی نگاه میکنه این بهش عاقل ما نمیگیم، این همون قدم اول رو میبینه، ولی عقل دوراندیش است، یعنی اون قدم صدم و هزارم رو هم میبینه و این همون عقل پیامبران است. نه اینکه آدم غیب‌دان باشه و بگه هزار سال بعد چی میخواد بشه و کی به دنیا میاد و کی کی میمیره و کی، نه نه این حرفا نیست. اینا حتی پیامبر هم اینها رو نمیدونست. پیامبر هم غیبگو نبود و صریحا در قرآن هست که بگو من غیب نمیدانم. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اگر من غیب میدانستم بر سود خود می افزودم. میدونی یعنی چی؟ یعنی یک بازرگانی، یک قماربازی اگر غیب بدانه و بداند این مهره رو انتخاب کنه چی میشه، اون مهره رو خب اون رو انتخاب میکنه که برنده میشه. یه بازرگانی اگه بدون سرمایه گذاری در کجا بکنه برنده میشه و سود میبره، خب اونجا میکنه.
پیغمبر میگه این در قرآن، قل او بگو اگر من غیب میدانستم لستکثرت من الخیر. اتفاقا این آیه خیلی مناسبت دارد با احوال پیامبر که تاجر بود ابتدا، البته این آیه مال دوران پیامبری ایشونه، ولی این لستکثرت من الخیر هنوز آثار اون دوران تجارت درش ظاهره. اگر غیب میدونستم پولدارتر میشدم. نمیدونم. این یکی از معجزات عیسی بود که در قرآن آمده است که به شما خبر میدهم از چی، ما تدخرون فی بیوتکم، از خانه هاتون، و اینکه چی تو خانه های شماست، تو صندوق های شماست، تو جیب شماست، من از اینا خبر میدم. این چی بود؟ این از معجزات عیسی بود که در قرآن ذکر شده. البته در انجیل نیامده، در انجیل های رسمی نیامده، در انجیل های غیر رسمی آمده است، ولی پیامبر همچه دایم نمی کرد. بنابراین اینجا که بحث غیبه، این منظور اینجور غیبه، یعنی دوراندیشی. در مجالس می طلبند در عقول چنان عقلی که بودند در رسول، زن که میراث از رسولان است و بس که ببیند غیب ها از پیش و پس. یه نکته هم اینجا قابل ذکره، نمیدانم حالا در ذهن مولانا بوده است وقتی این رو میگفته یا نه. ببینید، از همون آغاز اسلام و وقتی که فاطمه دختر پیامبر رفت و طلب فدک کرد و گفت این باغچه‌ای بود که پدرم یعنی حضرت رسول به من بخشید، چون که اهل سنت همشون نوشتن، ابوبکر در پاسخ فاطمه گفت که پیامبر گفتن که نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما پیامبران چیزی به ارث نمیگذاریم، ما ترکناه و صدقه، هرچه از ما بر جا میماند از جنس صدقه است، ارثی نیست که فرزندان بین خودشون تقسیم کنند. ولذا به فرض که این مال پیامبر بوده این باغچه، اما میراث پیامبر نیست، ولذا در واقع به حکومت برمیگردد که اکنون در مورد او چه تصمیم بگیرد. البته این داستان دنبال دار است، یکی از مواضع نزاع بین شیعه و سنی است که آیا ابوبکر در اینجا به حق سخن گفت، عادلانه رفتار کرد یا نکرد. حتی شاهد خواست از فاطمه که کی و مطابق کدام شهود پیامبر این باغچه رو به تو بخشیده، ایشون هم رفت شاهد آورد، خودش، علی و فرزندانش، و ابوبکر هم در جواب گفت که نه، این خیشان درجه اول شاهد محسوب نمی شوند، ولی البته قانون فقهی هم همینه، بعد دیگران رو شاهد بیاری. ماجرا بالا گرفت و فاطمه هم دست کشید، امام علی هم دست کشید، حتی بعضی ها می خواستن آتشی بیفروزند و آمدن پیش امام علی و همین مسئله رو مطرح کردند که چرا فدک رو نمی گیری. در نامه های امام علی هست که اون سوالی که تو کردی، پرسنده میگوید راجع به فدک، انها کانت اثرتن شهت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرین و هل ملخطف ابن ابی سفیان. اون یک چیز ممتازی بود که یه عده‌ای به او طمع ورزیدن، دیگران هم از او درگذشتن و همین مقداریشون پسنده کرد. گفت یعنی حرفشو نزن، اون دیگه پروندهش از نظر ما بسته است. شهت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرین و هلم الخطبه فبن. بیا راجع به معاویه با هم صحبت کنیم. فبن ابی سفیان فلقد از حکن الدهر بعد ابکائه. مسئله جهان اسلام امروز معاویه است که در پی کسب قدرت است و در پی انحصار خلافت در خود و در خاندان خیشتن است، که همین اتفاق نامیمون هم افتاد. این که پیامبران میراثی به جا نمیگذارن، بله، این سخنی بود که از زبان خلیفه اول آمد و بر وفق او هم عمل کرد. البته وقتی که نوبت به رسید و گشت و حتی عمر ابن عبدالعزیز از خلفای اموی میخواست فدک رو برگردانه و در زمان هارون الرشید هم میخواست فدک رو برگردانه و حتی با امام هفتم هم گفتگو کرد، ولی امام هفتم گفت نه، فدک اون باغچه نبود، در واقع گفت کل این خلافت مال ماست،
و همه این سرزمین های اسلامی همون فدکی است که باید به ما برگردانی و جناب هارون هم پشیمان شد. خب زانی که میراث از رسولان است و بس، که ببیند غیب ها از پیش و پس، در بصرها می طلب هم آن بصر، که نتابد شرح آن این مختصر. همچنین در چشم ها و بصرها هم اون چشم پر بصیرت رو پیدا کن، که مولانا میگوید دیگه معذورم از اینکه اون رو شرح بدهم، بهره این کرده است من اون با شکوه از ترحب و از شدن خلوت به کوه. با شکوه یعنی پیامبر، به همین سبب اون پیامبر جلیل القدر و با شکوه منع کرده است از چی؟ از روحانیت، از ترحب و از شدن خلوت به کوه، خلوت گزیدن در کوه و در غار و از جامعه جدا شدن. یکی از مزارش همین است که آدمی از عقول دیگران محروم میماند، از همنشینی با صالحان محروم میماند، علاوه بر اصناف آفات و عیوب دیگری که در او هست و غزالی مفصلا اینها رو در احیاء العلوم آورده است که فواید عزلت چیست، مزار عزلت چیست. و البته در عالم مسلمانی خب هیچ کس تقریبا فتوا به روحانیت ندید نداده است، چون پیامبر صریحا گفت از ایشان منقول است که روحانیت امتی الجلوس فی المساجد، روح با غار نشینی امت من اینه که مسجد نشین باشه، یعنی اجتماعی باشه، یعنی کنارگیری از جامعه نکنند و خلوتگزینی در غارها نکنند، چنان که رسمی بود که در مسیحیان پدید آمد. خود قرآن هم چنان که قبلا گفتم در باب راهبان مسیحی با تحسین سخن میگوید، اونها رو ملامت نمی کند. در سوره حدید هست که به روحانیت نبتدعوها، روحانیتی که راهبان اون رو ابداع کردن، اختراع کردن، ما کتبناها علیه، ما بر آنها واجب نکرده بودیم این رو، ولیکن ما رعوها حق رعایتها. اما آداب روحانیت رو چنان که باید به جا نیاوردن و لذا این روحانیت بدل به آفتی در پیکره مسیحیت شد. و پیامبر علیه السلام یکی از نقاط اختلافش با مسیحیت، علاوه بر اون جهانبینی اصلی در باب توحید و تثلیث، یکی همین ماجرای روحانیت بود و گفتن که لا روحانیت در فعل اسلام نداریم، و اگرم داریم به جای روحانیت و خلوتگزینی مسجدگزینی و مسجد نشینی باید بکنن مسلمانان، و علاوه امر به جمعه، امر به جهاد، امر به عیادت بیماران و بسی چیزهای دیگر، یا اماتت الازا عن طریق المسلمین که از عبادات بزرگ این استش که موانعی که در جاده ها هست، در خیابان ها هست، زباله هایی که از اینها رو بردارن و راه رو باز کنن. خیلی این نکته مهمی است و دربارش نوشتن که هم معنای باطنی داره هم ظاهری داره. اینا همش لازمش یک نوع ائتلاف اجتماعی است، تکافل اجتماعی است، و با خلوتگزینی اینها بر نمی آید. این طاعات مثل نماز جمعه اجرا نمی شود، حج اجرا نمی شود، جهاد اجرا نمی شود، اینا همه دعوت به امر اجتماعی است و در کنار یکدیگر بودن و همکاری و همداستانی کردن و نه کرده است پیامبر از ترحب و وس شدن خلوت به کوه. در همون دفتر پنجم هم که قبلا می خواندیم که مولانا بازم میگوید که اون که قوم او سفترانند و فهول، شبیه همین که پیامبر نه کرده است از چیز، بلکه چون پیامبر نبی السیف بود، پیامبر جنگ بود، و این سخنی است خوب من بارها گفتم، بعضی ها نپسندیدن، ولی یکی از القاب پیامبر بود نبی السیف، پیامبر جنگ، جنگی، یعنی اصلاً. و چنان که می‌دانیم از وقتی که ایشون وارد مدینه شد بیشتر عمرش در جنگ می‌گذشت، برای اینکه دعوتی رو منتشر کرده بود و بانگی رو برداشته بود که بدیهی بود به کام همگان شیرین نمی‌آمد، دشمنان بسیاری رو برانگیخت و
و پیامبرم البته کوتاه‌بیا نبود، یعنی کسی نبود که ترک دعوت بکنه یا فرار بکنه یا غیبت بکنه یا یکی دیگر رو جلو بندازه خودش عقب بنشینه، این حرفا نبود. خیلی با جدیت آمد به میدان و دفاع کرد از مرام و مکتب و مشرب خودش. افراد جانفشان هم در رکاب او بودن، افراد پاک و پاکیزه و مؤمن، و چنین بود که توانست این دعوت رو نشر بکند. امت او سفترانند و فهول. بله، این که پیامبر از ترحب نهی کرده است. چرا نهی کرده؟ یکی از فوایدش اینه تا نگردد فوت این نوع التقا، این نوع برخوردها، ملاقاتها فوت نشود. این آدمیان به هم برسن، همدیگر ببینن و از هم بهره ببرن. کان نظر بخت است و اکسیر بقا. بعد اضافه میکنه مولانا، در میان صالحان یک اسلحی است، بر سر توقیعش از سلطان سهی است. در میان صالحان همیشه یک صالح تری یا صالح ترینی پیدا میشود. در عربی برخلاف فارسی که ما خوب داریم، خوبتر داریم، خوبترین داریم، صالح داریم، صالحتر داریم و صالحترین داریم. در عربی این دوتای آخری یک صیغه داره، یعنی صالحتر و صالحترین هر دو میشه چی؟ اصله. شریفتر و شریفترین هر دو میشود اشرف. مهمتر و مهمترین هر دو میشود اهم. خب، در میان صالحان یک اصلهی است، همیشه در میان صالحان صالح ترینی یا صالح ترانی هستند که بر سر توقیعش از سلطان صحیح است. این البته برگرفته از آداب درباری گذشتگان است. توقیع یعنی فرمانی که شاه به نام کسی صادر میکرد، توقیعی صادر میکرد. صح یعنی اون بالاش مینوشت صحیح است، صح درست است، یعنی بر توقیع او در واقع امضای تصویب می نهاد. می گفت این فرمان از من صادر شده است و دروغین نیست. در میان صالحان یک اصلحی است، بر سر توقیعش از سلطان صحیح است، یعنی مورد تصویب سلطان قرار گرفته. کان دعا شد با اجابت مقترن، کفر او نبود کبار انس و جن. چنین کسی دعاش یعنی خواستش با اجابت مقترن میشه. چنین بندهی خواسته او خواسته خداست، یا خواسته خدا خواسته اوست. چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. هر که خواهد هم نشینی با خدا، گو نشیند در حضور اولیا. این صالحان و اولیا همون خدایان روی زمین هست. همون خدا اگر میخواست روی زمین بیاد و ظاهر بشه، به صورت اون انسان کامل میمد، به صورت اون اصلح میمد. لذا اراده او اراده خداوند است، خواسته او و میل او، اینا همش هیچ فرقی با خداوند هست. و هر کس به قول مولانا میخواد با خدا هم نشینی کنه، بره و هم نشینی با این پاکان بکنه، اونجا خدا پیدا میشه، اونجا خدا پیدا میشود. آن دعا شد با اجابت مقترن، کفو او نبود کبار انس و جن. اینجا دیگه در واقع مولانا از صالحان عبور کرده و اصلح رسیده است و به صالح ترین رسیده که نظیری در میان انس و جن ندارد. در مریش آن که حلو و حامز است، حجت ایشان بر حق داهز است. مری و مراع یعنی جدال کردن، جدال از جنس مکابره، یعنی نه به قصد کشف حقیقت و تسلیم شدن به حقیقت، بلکه برای فرو کوفتن خصم به هر قیمتی. به همین دلیل هم هست در روایات آمده است که اترک المراء ولو کنت محق، حتی اگر حق با توست وارد مراء نشد. یعنی وقتی میبینی گفتگوت و مباحثت با طرف مقابل به جنگ و جدال و جنجال منتهی شده است و چکاچاک شمشیرها به گوش میرسه و بانگ حقیقت خاموش شده و طرف با تعصب ایدئولوژیک وارد میدان شده و میخواد برتری خود رو نشان بدهد،
این دیگه حقیقت جویی نیست. قبلا بارها راجع به این که غزالی در این زمینه چه سخنان نغز و نیکویی گفته با شما سخن گفتم و امروز هم میبینید دیگه پر است، همین کافیست به کلاب هاست به جاهای دیگه برید، عمدتا از جنس مراء است. هیچ کس نمیخواد حق رو بشنود یا حق رو بگوید، همه میخواد بر دیگران تفوق پیدا بکنن و اثبات برتری و ابراز هویت و احراز هویت بکنن و به چنین هم هست که همه با مواضع پیشینشون اون جلسه رو ترک میگن، یعنی هیچ کی یه میلیمتر هم نمیجنبه از جای خودش، فردا میره دوباره همون حرفا رو تکرار میکنه، پس فردا هم همونو. اینا تقریبا بدل به هویت شخص میشن که غیر قابل سلب است. خیلی سخت آدم وقتی که حق هم با خودشه یا میپنداره که حق با خود اوست از جدال بیاد بیرون. در قرآن هم هست به پیامبر لا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، اگر یه وقت هم با اینا وارد این جنگ و جدال میشه خیلی سوری و سطحی باشه، خیلی جدی نگیر و تا میتونی هم زود ختمش کن و بیرون بیا، چون جز خورد کردن اعصاب هیچ فایده دیگری نداره. کان دعا در مریش آن که حل و حامز، یعنی هر کس وارد جدال با اون اصلح میشود، چه شیرین بگوید چه ترش. حل یعنی شیرین، حامز یعنی ترش. میدونید عرب ها امروز اسید رو به حامز ترجمه کردن، مثلا به جای اسید سولفوریک میگن حامز سولفوریک، برای اینکه حامز یعنی ترش شده. ما در فارسی این کارو نکردیم، نمیگیم ترش سولفوریک یا ترش سولفوریک، ترش هیچ خیلی در دهان نمیگرده و مقبول نیست، ولی عرب ها کلمه حامز رو راحت به کار میبرن. کما اینکه مثلا آنتی بایوتیک رو خیلی عجیبه، میگن مضاد حیوی، آنتی رو ترجمه کردن به مضاد یا زد، بایوتیک هم که بیو یعنی حیات، لذا میگن مضاد حیوی و این رو به کار میبرن، یعنی مستعمل است به جای آنتی بایوتیک دیگه. خب حالا زبان خودشونه ولی ما ترجمه نکردیم و همین آنتی بایوتیک به کار میبریم و داستان مفصل است. در مریش آن که حل و حامز است، هر کس که وارد مراء با اون بزرگ با اون اصلح می شود، چه سخن شیرین بگوید چه سخن ترش بگوید، حجت ایشان بر حق داهز است. داهز یعنی باطل. و این استفاده باز از یه آیه قرآن است که حجت هم داهزتون اندرب بهم، حرفشون و حجتشون باطل است. که چون ما او را به خود افراشتیم، عذر و حجت از میان برداشتیم، قبله را چون کرد دست حق عیان، پس تحری بعد از این مردود. خب اینجا نکته ایست دیگه، یعنی مولانا نظری رو اینجا میدهد که در جاهای دیگه هم داده، و اون که با شیخ و با مراد نباید در پیچید، او رو نباید امتحان کرد، از او دلیل و حجت هم نباید خواست، هیچ کدوم، فقط باید تسلیم شد. چون حجت و استدلال تا وقتی است که شما حقیقت رو ندیدی، میخوای با اون استدلالا حقیقت رو پیدا کنید، اما الان مجسمه حقیقت روبروی شما نشسته، شما دیگه میخوای چکار بکنی؟ چرا با او احتجاج میکنی؟ چرا محاجه میکنی؟ چرا از او دلیل میخوای؟ خودش دلیل گفت پیر را بگزین و عین راه دان، برنویس احوال پیر راه دان، پیر را بگزین و عین راه دان. پیر خودش راه هست، خودش صراط است. وقتی او رو پیدا کردی دیگه چون و چرا نداره، حرف نداره، فقط جای تسلیم است. او خودش صراط مستقیم است، باید پاتو در اون راه بگذاری و پیش بری. در اینجا مولانا خب حرفی میزنه که من نمیدونم ما به جوان امروزی نمیتونیم توصیه کنیم، برای اینکه به قول خود مولانا که سفلی و الوی به هم آمیختن، نیک و بد، آسمانی و زمینی به هم آمیختن، روحهای پاک، روحهای تیره گلناک، تشخیصش هم برای ما بسیار دشوار است اگر محال نباشد. خب ما بیایم توصیه کنیم بگیم اگر اون پیر رو یافتی تسلیم شو با کمال تأسف. ما اتفاقا آثار بد این تسلیم شدن ها رو میبینیم امروز. خب این فرقه های صوفیه دروغین و نیمه دروغینی که پدید آمدن و اینا فقط ارادت میخوان از پیروانشون، و گاهی آدم
پیروان اینها رو میبینه تعجب میکنه که اینا چگونه دل بستند و سر سپرده اند و دل سپرده اند به افرادی که نوری در چهره اینها دیده نمیشود. کاش چیزی خبری بود. خب امروز روزیست که ما باید حذر کردن رو به مردم بیاموزیم. خود مولوی هم بارها و بارها چنان که دیدیم گله میکنه از این مدعیان دروغی و اینکه آمدن لاف شیخی در جهان انداخته، خیشتن را با یزیدی ساخته و مدعی مسند با یزیدی و جنیدی هن و از دیگران هم اطاعت و انقیاد و ارادت میطلبند. روزگار بسیار خطرناکی است. حالا چه در عالم سیاست این ارادت ورزی غلطه، چه در عالم دیانت این ارادت ورزی غلطه. اگر ما دوران مدرن رو دوران عقلانیت میدانیم، که میدانیم، البته نه به معنایی که دوران تقلید تمام شده، نه، ولی دست کم عقلانیت نسبت به گذشته برجستگی بیشتری و وزن و حرمت بیشتری پیدا کرد، ما حتما باید به افراد بگیم که بیازمایید و هیچ وقت هم از آزمودن ملول نشوید و تا اونجا که عقلتون اقتضا میکنه و فرمان میده پیش بروید. چشمتون رو نبندید، با چشم باز عمل کنید، مخصوصا در طریقی که طریق سلوک روحانی و معنوی است. جان خودتون و خرد خودتون رو به دست کسی نسپارید. این خرد بزرگترین نعمتی است که خدا به ما داد. این مغز ما پیچیده ترین موجودی است که خدا خلق کرد. هممون میدونیم اینو. به لحاظ ساختمان فیزیولوژیک و ارگانیک و نورولوژیک و اینا پیچیده ترین موجودی است که تو این دنیا خدا خلق کرد. و عقلی که در این مغز نهاده گرانبهاترین نعمتی است که خداوند به ما داده. ما مسئولیم و کفران نعمت خواهد بود ما اگر این عقل رو ارزان بفروشیم. میفروشن یه عده‌ای، حالا نه به مشایخ و اینها، حتی به افراد خیلی فرودستر و کمایه تر، اونجا که دیگه واقعا بدترین نوع کفران نعمت است. یعنی عقل رو باید پرورش داد، باید با صالحان و کاملان به قول مولانا نشست و برخاست کرد، عقل رو تقویت کرد، نه برای اینکه بعدا دو دستی تقدیم یکی دیگه بکنی که شاید همون نیمه عقلم نداشته باشه. نخیر، این سرمایه رو باید به کار گرفت و شکر نعمتت افزون کنه. ولا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. شکر بکنید من نعمتتون رو افزون تر خواهم کرد. شکر نعمت یعنی به کار بردن بهینه نعمت. نعمت عقل رو وقتی که به نیکویی و به شرط و به صورت نیکو به کار ببرید، عقلتون افزون تر خواهد شد. خیلی این مهمه. این نعمتی است که کثرت و تکاثر پیدا خواهد کرد. عقلتون فربهتر خواهد شد و آخرتر خواهید شد. تعطیلش هم بکنید یا دو دستی تقدیم یکی دیگه هم بکنید، خب دیگه رفتید دیگه، در واقع انسانیت خودتون رو فروختید. ببینید این که مولوی میگوید که یک کسانی خودشون حجتن، این خیلی حرف مهمیست. یعنی از اونا دیگه حجت نخواه. الان این آقایون که خودشون اسمشون گذاشتن حجت الاسلام والمسلمین، میدونید یعنی چی؟ یعنی ما حجتیم. یعنی از ما حجت نخواهید، خود ما این حجتیم، یه هرچی گفتیم قبله ایم و کعبه ایم، رو به ما نماز بیارید، دور ما طواف بکنید و سخنان ما رو هم با دلیل و بی دلیل بپذیرید. اصلا با دلیل و بی دلیل نداره، بپذیرید. این خمسی که میای به من میدی از منم نپرسین و کجا خرجش میکنی، شما بده و برو، چه کار داری؟ و این فتوایی که دادی از کجا آوردی؟ این حرفا نیست، گوش کن و عمل کن و برو. یا این فرمان سیاسی که ما میدیم به نام ولی امر و غیره دیگه چون و چرا نداره، عمل کن، تموم شد و رفت. خب این همون خود رو حجت دانستن دیگه و طلب حجت رو ممنوع دانستن. این از اون چیزهاییست که اگر من نمیدونم روزگار اینا روا بوده یا ناروا بوده، ولی دست کم امروز قطعا نارواست. ما این درس رو نمیتونیم به کسی بدیم و نباید بدیم و مسئولیت داره. معناش عقل فروشیه،
معناش خودفروشیه، سعادت فروشیه، معناش کفران نعمت عقلانیت است. خب حالا مولانا در مریگش اون که حلو حامز است، حجت ایشان بر حق داهز است، که چما او را، یعنی خداوند میگه چما او را به خود افراشتیم، این کسی که ما بلندش کردیم افراشتیم و بر قله عقلانیت و حجیت نشاندیم، دیگه عذر و حجت از میان برداشتیم، دیگه حجت لازم نیست، عذرم شما نداری، چون داری به رأی العین این مجسمه حقیقت رو میبینی. قبله را چون کرد دست حق عیان، پس تحری بعد از این مردود تا. اینم باز یکی از احکام فقهی است. مولانا جاهای دیگر بره، جایی که آدم نمیدونه قبله کجاست مخصوصا شبه، میگن اول باید تحری کرد، جستجوی قبله باید کرد. وقتی که قبله پیدا نیست، وقتی که روز نیست، وقتی که خورشید نیست، اون ستاره هایی که از روی اونار قبله میشه پیدا کرد به شیوه گذشتگان نیست، باید دنبال قبله بگردین. حالا اگه پیدا نکرد وظیفتون چیه؟ این که بعضی هم میگن به هر چهار طرف میشه نماز، باید نماز بخونید، بعضی هم میگن نه قربتن الله به یه طرف هم بخونید کافی، حالا دیگه این کارها مال فقه هاست. ولی بحث تحری قبله مال وقتیست که قبله پیدا نیست. اما وقت قبله پیداست دیگه دنبال قبله گشتن یعنی چی؟ قبله را چون کرد دست حق عیان، پس تحری بعد از این مردود دان. این بگردان از تحری رو و سر، که پدید آمد معاد و مستقر. معاد یعنی اونجایی که باید اونجا برگردی، مستقر یعنی اونجایی که اونجا میخوای بری و بنشینی. یعنی وقتی معلوم شد که کجا میری، جایگاهت کجاست، خونت کجاست، مقصدت کجاست، اینا همه آشکار شد، دیگه این طرف و اون طرف نگاه کردن و از این و اون پرسیدن نداره، سر تا بنداز پایین و برو. یک زمان زین قبله گر زاهل، زاهل یعنی غافل، زهول یعنی قفلت. یک زمان زین قبله گر زاهل شوی، سخره هر قبله باطل شد. این قبله اصلی رو اگر گوش کنی یا نبینی، قبله های دروغین و کاذب جلوه خواهند کرد و تو به سوی اونها سجده خواهی بود. چون شوی تمییز ده را ناسپاس، بجهد از تو خطرت قبل شناس. خطرت یعنی همون چیزی که خطور می کند به دل، یعنی رأی اندیشه. وقتی که ناسپاسی کنی تمییز ده رو، یعنی همون اسلحه رو، اون کسی که آمده تا به تو راه درست رو نشان بده، خودش اهل تمیز است و میخواد تو رو هم با تمیز کنن. اگر اون ناسپاسی کنی، یعنی تسلیم اون نشوی، وقتش خطرت قبله شناس از تو میجه، یعنی اندیشه قبله شناسی از تو دور میشود و دیگه اصلا این جستجو و تحقیق هم از میان برداشته میشود. گر از این انبار خواهی بر و بر، نیم ساعت همزه هم دردان مبر. بر یعنی نیکی، بر یعنی گندم به عربی. اگر میخوای از این انبار کالاهای نیک بیرون بیاری، گندم بیرون بیاری، راهش این است که از همدردان نبری. همدردان، ببینید مولانا چه میگوید، خیلی مهمه. قبلا هم ما اینجا از مولانا خوندیم، چون نبود بو جهل از اصحاب درد، دید صد شق القمر باور نکرد. ابو جهل اهل درد نبود، درد حقیقت نداشت، معجزم که میدید به کارش نمیومد. دردمندی کش زبا مفتاد تشت، حق نهان کردیم زو پنهان نگشت. اما در مقابل کسی که دردمند بود، میخواستیم حقیقت رو از او پنهان کنیم، نمیشد پنهان کنیم. با اون چشمی که دردمندی به او داده بود، با اون چشم نافذ میرفت و حقیقت رو پیدا میکرد. این درد داشتن و این که به قول مولانا آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبتش بالا و پس، همینه. ببینید میگه از همدایر از تشنگان، اگر تو تشنه حقیقتی با تشنگان حقیقت همیشه همراه باش، نه با اونایی که احساس سیری میکنن، احساس سیرابی میکنن، نه اینکه واقعا از چشمه حقیقت نوشیده باشند و سیراب شده باشند، نه اصلا تو این خط نیستن،
و فکر این مسائل نیستن، لذا سیری و تشنگی اینا براشون معنا نداره. نه دنبال اونا نرو، هم نشین اونها نشو، هم چون اهل درد نیستن، با هم دردان راز هم درد که دانند هم درد، شرح آن هست به بیدردان سرد. خب گر از این انبار خواهی بر و بر، خیلی این مسئله مهمه، مخصوصا آدمی در جوانی خدا بختی و رزقی نصیبش کنه با هم دردان خودش همراه بشن، هم سفر بشن و برون تا به مقصد عالی برسن. بهشت این دنیایشون تأمین شده. نیم ساعت هم ز هم دردان نبود که در آن دم که ببری زین معین، مبتلا گردی تو با بئس القرین. بئس القرین یار بد. بئس القرین هم مولانا از باز قرآن گرفته است که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. این یه آیه است. بعد جای دیگری که هر کس از یاد خدای راز کند، قیزنا له قرینا، یک یار بدی رو همراه او خواهیم کرد. وقتی که اعراض از ذکر الهی میکند و در باز آینه هست که در او بنگرد، رو به دیوار میکند، این آدم به اصل قرین پیدا خواهد کرد. یعنی هم خودش راهو گم میکنه، هم گمراهان دور او خواهند آمد، خودش به گمراهان خواهد پیوست و تریاکی ها پیش تریاکی ها میشینه و به قول مولانا هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته. آدمای ناموفق پیش آدمای ناموفق می نشینه، آدمای ناموفق دلشون میخواد دیگران هم موفق نباشن. خیلی این مهمه، با موفقها باید همراهی کرد، با دردمندان، با تشنگان، با حقیقت جویان، با صالحان و صلاح جویان، اینا رو باید پیدا کرد. اینا کالاهای کمیابن اما بسیار با ارزشن. حالا گاهی در حیات، گاهی هم در ممات. بالاخره مولانا یکی از اون همدردهای ماست، اگر ما هم هم درد او باشیم. این درد بالاخره در این کتاب موج میزنه، درد عشق، درد حقیقت، درد وصال و درد فراق، اینا همش هست در این کتاب. خب از او میشه یاد گرفت و از هم دردانی مثل او. و آدمای بی درد هم تو دنیا زیادن، وای به این که آدم به این بی دردها اقتدا بکنه. بی درد مطلق که نداریم، اما دردشون درد انسانیت نیست، یه چیزهای دیگه است و آدمی رو پایین میکشن، میبرن به طرف قطب حیوانیت. از اینا باید پرهیز کرد. همیشه هم در میان یاران باید گشتید صالح کیه، اصلح کیه، اون که عقل رسولانه داره. به قول مولانا که در سفرها باید دنبال اینجور افراد رفت. اصلا زندگی رو اینجوری باید با هدف کرد، باید با معنا کرد. میبینی زندگی وقتی که توش جستجو نباشه معنا هم نیست. آدم باید در جستجوی معنا باشه. این که هر روز کارهای روتین بکنه و روزمره، خب جستجویی توش نیست دیگه. ادامه است، ادامه است، تکرار مکررات ملال‌آور است. بعد هم احساس پوچی کردن و بیمعنی بودن. اما وقتی در طلب چیزی هستی و اون طلب شما رو میدواند تشنوار، این معنای زندگی است، شما معنا میده. وقتی که رسیدی از اون طلب نمی نشینی، بالاتر از او، بهتر از او و ها کذا و ها کذا. در این زندگی وقتی طلبهای آدمی متعارف شد، حقیر شد، بلکه آدمی بی طلب شد، بی درد شد، اولا حرف دردمندان رو نمی فهمه، حرف معناجویان رو نمی فهمه و به همین دلیلم سعی میکنه که با غذاهای کاذب هاضمه خودش رو گول بزنه و به ظاهر اشباع بکنه. اینا دیگه مشکلاتی است که ما همه باهاش سر و کار داریم، دیدیم و خدا حفظ کنه و رحم کنه. آدمی باید بطلبد تا از این تشنگی رهایی پیدا کنه.
میرسیم به ابتدای داستانی که به نوبت بعدش حالا میسپاریم. قورباغه و موشی که ناهم جنس بودند و با هم همنشینی و همصحبتی کردند و عاقبت سوی که نصیبشان شد، به علاوه نکته های ناب و نقض دیگری که انشالله از مولانا خواهیم شنید. فعلا سخن تمام است و السلام علیکم. که مولانا در مثنوی دقیقا مشورت پیامبر با درباره مشورت پیامبر با مردم میگه که سوری و ظاهری بود، چون او از عین الیقین حقیقت آگاه مطلق بود. زیرا اگر پیامبر به عین الیقین و حقیقت دنیا و خدا نرسیده باشد، آن وقت دعوت کردن او به سوی آن خدا و دینش زیر سوال می رود. وقتی که خود خدا و اصل دین را نمی داند، پس چطور مردم را به آن دعوت می کند؟ بله، پیامبر دین را می دانست و مردم را به او دعوت می کند، ولی این به غیب دونی چه کار داره؟ پیامبر نمی دونست این جنگی که شرکت کرده میبره یا میبازه، شکست میخوره یا نه، نمیدونست. این چیزا برش آشکار نبود. این ربطی به اصل دین نداره که. اصل دین یعنی معارف دینی، یعنی توحید، یعنی معاد، یعنی حلال، یعنی حرام، یعنی این چیزا که خب همه میدونیم. ولی این ربطی به غیب دانی نداره که پیامبر بدون فردا چه اتفاقی میفته، کی میمیره کی نمیمیره، در نامه اعمال افراد چی نوشته میشه. نه، اینا اصل دین نیست و مشورت پیامبرم در اصل دین نبود که نمیومد مشورت کنه که مثلا آیا توحید رو به مردم بگیم یا تسلیس رو. این البته اینا نبود، اینا خب درسایی بود که آموخته بود و به او الهام و وحی شده بود و باید به مردم میگفت، ولی کارهای دنیوی رو نه. ما خیلی از نمونه ها داریم از این قبیل که مثلا در قرآن هم آمده عف الله عن کلمه از این تله هم یه ده اومده از پیغمبر اجازه خواستن که در جنگ شرکت نکنن، پیغمبر هم اجازه داد بشون. تو قرآن تو سوره توبه است صریحا عف الله عن که خدا تو رو ببخشد از تو عفو بکند. چرا اجازه دیدی بهشون؟ چرا رخصت دادی که اینا در جنگ نیان؟ بله اینا بوده، این که خیلی چیز متعارف است. سوره عبس و تولا انجاه الاعمى، کوری آمده بود پیش پیامبر و اشراف قریش هم بودن و پیامبر ظاهرا اینطوری که خیلی از مفسرین نوشتن احساس کرد که اینا این اشراف قریش فکر میکنن همه اطرافیان پیامبر از همین افراد فرودست جامعه و اعتنایی به این نابینا نکرد و مورد عتاب خداوند قرار گرفت که عبس و تولا و ما یدریک لعله یزکا اما من استغنا فانت عنه تلهی. تو برای چی به این نگاه نکردی، اعتنا نکردی، تو از کجا میتونی؟ شاید این آدم نیکویی باشه و امثال اینها. خب این رفتار پیامبر است دیگه. در قرآن هم لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا و امثال اینها فراوان است. این که ما بگیم که پیامبر همه چیزو میدونست، خب یه ادعای افراطیه. کما که ادعا کردن از شیعیان راجع به امامان، همه یه زبان ها رو بلد، حتی زبان مرغان و نمیدونم حشرات و حیوانات و بهائم و سبا و اینا. آقا کی گفته اینا رو؟ چه دلیلی وجود داره؟ بلن و معجزاتی نقل کردن و امثال اینا. نه، اینا اصل دین نیست، اینا هیچ چیز دین نیست، اینا بلکه جز مجعولات هست. و پیامبر به تعلیم الهی، البته اونچرا که آموزه های دینی بود، اینا رو به مردم رساند و در امور دنیوی هم با مردم مشورت میکرد. این سوال رو من فکر کنم یکی از دوستان افغانمون راجع پرسیده بودن و شما پاسخ دادین. حالا من باز میخونم این سوال رو. خلق انسانها در مناطق جغرافیایی متفاوت که بیشک در سرنوشتشان تأثیر فراوان دارد چجوری توضیح میشه؟ بی عدالتی نیست آیا؟ تبعیض نیست؟ این چی خواهد؟ نوبت گذشته عرض کردم این تفاوت ها تبعیض نیست. این دفعه هم گفتم، بازم تکرار میکنم، تبعیض و بی‌عدالتی وقتی است که استحقاقی مقدم وجود داشته باشد و شخصی که باید حق طرف رو بپردازد حق او رو تمام و کمال نپردازد. ولی هیچ موجودی پیشاپیش
حقی و استحقاقی نداشته است که بگوید به من کم دادی، از استحقاقم به من کمتر دادی، چون همه چیز ابتداءً و ابداءً خلق شدند و پس از خلق شدن واجد استحقاق شد، نه قبل از. قبل نمیشه رو از مولانا زیاد خوانده، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطفت ما میشنود الاخر. نه، تبعیضی در کار نیست، ظلمی نیست، اما تفاوت هست. بله، ولی این تفاوت حالا حکمت الهی و هرچه که بوده چه اقتضا کرده، ولی نمیشود گفت که به کسانی ظلم کرده. اگه این باشه مثلا باید بگیم چرا خدا بعضی ها کبوتر شدن، بعضی ها اسب شدن، بعضی ها خوک شدن، به اینا هم خداوند ظلم کرده، چرا همه انسان نشدن، چرا همه انسان هوشمند نشدن. والا این سوالا من فکر نمی کنم جوابی داشته باشه، اصلا سوال درستی باشه که ما بخوایم جوابی بدیم. بله، نظام عالم اقتضاش اینه، یه دست موجودات کرمن، بعضی ها مورچن، بعضی ها مارن، بعضی ها نهنگن، بعضی ها تمساحن، بعضی ها پرندگانن، کبوترن، بعضی ها بلبل و توتیان، بعضی ها حشرات کوچکن، بعضی ها پروانه های زیبا هستن، بعضی ها انسان ها هستن. یا اینکه مثلا بگیم چرا همه انسان ها تو قرن 20 به دنیا نیومدن، که خب این همه علم هست، صنعت هست، چرا بعضی ها مثلا 10 قرن پیش به دنیا اومدن که همه خونه های گلی بود و یه مرتبه زلزله میومد و همه زیر زلزله میمردن، یا سلاطین جبار بودن، عدالت نبود، دموکراسی نبود، و بهرمند از این تسهیلات زندگی مدرن نبودن. پس یعنی مطابق این همه مکان ها باید یکی بشه، همه زمان ها باید یکی بشه، همه جانوران باید یکی بشن. خب نه، خدا همچی دنیایی نیافریده. یعنی با این خیالات ما به اینجاها میرسیم. الان درست شد؟ بله بله. سلام. ببخشید یه سوالی که برای من پیش اومد، این معجزاتی که برای به حضرت عیسی نسبت داده شده، از نظر شما به لحاظ تاریخی آیا اینا کاملا مهرت هستن؟ و بعد اگه مهرت هستن، یه سوالی پیش میاد که وقتی که خدا پیغمبر قبلی و برای با یه سری معجزاتی فرستاده، حداقل برای کسایی که اون موقع که حضرت محمد اومده پیرو حضرت عیسی بودن، این توقع منطقی بوده که پیغمبری که قبلا اومد یه سری معجزاتی داشت و حالا شما هم باید همون معجزاتو داشته باشین، حداقل که چون ما به واسطه اونا پیروی پیغمبر قبلی شده بودیم. همین سوال من این بود که یعنی به نظر میاد حضرت عیسی رو یکم خدا مجهزتر فرستاده بود توی برای پیغمبری. خواستم ببینم نظر شما چیه. خیلی ممنون. ولی از معجزاتی که به حضرت عیسی نسبت میدن که بسیاره، ما به منزله مسلمانان خب اون که هاش که در قرآن آمده رو میتونیم قبول کنیم، خیلی چیزهای دیگه هم گفتند و هست و که خب حجیتی برای ما نداره. ولی معجزات عیسی که در قرآن هست، بله، مثل این که در پرنده گلین، یعنی مجسمه گلی یک پرنده میدمید و او جان میافت و پرواز میکرد و امثال اینها، اینا خب در قرآن هست. راجع به معجزه هم خب قبلا ما بحث کرده بودیم که حالا معجزه فی حد ذاته ممکنه و اون خبر مهمه، حالا مخبر هم پیامبر اسلام است، لذا برای ما مسلمان ها حجت است که چنین معجزه رو عیسی علیه السلام داشته. مسیحی هم همطور که شما گفتید به اعتبار این معجزات عیسی بود، مخصوصا اون معجزه که البته خود مسیحی ها میگن ولی قرآن نمیگه، این که پس از مرگ پس از 3 روز از جا برخاست و در 50 روز در میان اطرافیانش و حواریونش بود و بعد هم به آسمان رفت. اونا این معجزه را از همه مهمتر میدونن و معتقدن که عیسی به این دلیل و به دلایل دیگر پسر خداست و یک آفریده ویژه و ممتاز و متفاوت با غیر بوده و بله در حد خدایی و پسر خدا بودن قابل پذیرش و پرستش است. پیامبر اسلام هم خب نفی البته الوهیت عیسی میکنه، ولی مقام خیلی بلندی برای او قائل است، روح الله و کلمت الله و نبی الله و همه این صفات رو برای عیسی قائله. حالا شما میفرمایید که خب خدا عیسی رو مجهزتر آفریده بود. ببینید
پیامبران هم با هم متفاوت بودن، هیچ کدومشون مثل دیگری نبود. اینا بستگی داشت به اولا توانایی خود اون پیامبر به لحاظ قوت روحی و همت و اراده‌ای که در او بود که بتواند تصرف در طبیعت بکنه و نقش بیافریند و تغییراتی بدهد، و دوم هم به زمانه و به محیط و به اون چیزی که دیگران اهمیت میدادند بپردازه. پیامبر اسلام از این معجزات نداشت و خودش هم میگفت که من ندارم. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، میمدن ازش هم میخواستن، گفت نه من یه انسانم، من از این کارا نمیکنم. و مسیحیان رو هم دعوت میکرد، منتها بهشون گفت بیاید محاجه کنی، بیا بشینیم با هم صحبت کنیم. اینجوری نبود که فقط بگه، گفت که در همون آیه مباهله که در قرآن هست که خب اونطوری که تواریخ میگن اونا زیر بار مباهله نرفتن، گفت بیاید و خدا رو میخوانیم. تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. بیاییم بدون خداوند دعا کنیم و بگیم خدای هر کدوم ما که دروغ میگه تو رو لعنتش کن. حالا لعنتش کن، حالا ظاهر کلمات اینه دیگه، حالا یه بلایی به سرش بیاری، طوری بشه که معلوم بشه حقیقی باطل که اونا زیر بار نرفتن. بنابر روایات تاریخی علی حال این چنین بود، یعنی پیامبر از این طریق با اونا وارد گفتگو شد. و مهم هم اینه که با مسیحی وارد جنگ هم نشد. یهودی ها آتش جنگ رو افروختن و با پیامبر مقابله کردن که ای کاش اینطور نمی شد، ولی مسیحی ها خیلی راحت صلح رو انتخاب کردن و البته یه جزیه هم قبول کردن که بپردازن و رفتند و سر جاشون نشستند و به عبادتشون و به آداب دینیشون مشغول شدن. آره اونا پیامبری پیامبر اسلام رو نپذیرفتن، اونایشون که تا آخر مسیحی موندن، همطور که یهودی ها هم خیلی هاشون نپذیرفتن، بگفتم از در جنگ در آمدن. ظاهراً پیامبر اسلام نتونست بود قانعشون کنه و این یه مسئله مهم نیست. واقعا ادیان خیلی کم کانورژن اتفاق میفته، یعنی کسی که در یه دینی به دین دیگه برگرده، همین الانش هم که ده قرن 20 قرن از این ادیان میگذره کانورژن خیلی کم اتفاق میفته. و یه به همین دلیل هم پیامبر اسلام طور که فضل الرحمن میگه ابتدا انتظار داشت که اینا همه به او بپیوندن، ولی وقتی که نشد گفت تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بیاید همه سر توحید توافق کنیم که فقط خدا رو بپرستیم و کسی رو به الوهیت بر نگیریم. این مقدار رو از ادیان دیگر پیامبر طلب کرد و انتظارش هم نبود. خود خدا هم تو قرآن به اون میگه که تو انتظار نداشته باش، مؤمنین انتظار نداشته باش که همه مؤمن بشن، همه بیان پیرو به تو بشن. جهان اینجوری ساخته نشده است. بله امروز هم همینطوره، یعنی در واقع پیامبر اسلام معجزش بیشتر تعلیمات خودش میدونست و اسلام روی تصحیحی نسبت به ادیان دیگه میدانست و انتظار داشت که اینا قبول کنن این رو. و خب در عین اینکه خودش هم عیسی رو قبول داشت و طرد نمیکرد و او رو مرد بزرگی میدانست، اما خب ادیان اینطور نیست که شما حتی پیامبر هم باشی بتونید دیگران رو از دین خودشون برگردونید، همطوری که مسیح هم نتونست یهودی ها رو برگردن، آخر هم به دست یهودی ها کشته شد و بردار رفت مطابق اعتقاد خود یهودیان. بله خیلی خیلی ممنون آقای دکتر. حقیقتش من دو تا سوال میخوام طرح بکنم، البته از ایران هم دارم صحبت میکنم ولی خیلی نمیخوام وقت گیر باشه. یکی که خیلی کوتاهه و در واقع برای مدت هاست ابهام بوده اینه که این دکارت فیلسوف معروف فرانسوی در اون جزوه معروف دیسکورس آن دی میتود آف رایتلی کانداکتینگ الاخر، این یه جمله ای داره که میگه هیچ چیز رو خداوند مثل عقل بین ابنای بشر تقسیم نکرده. فروغی هم همطور مستحضری در این کتاب سیر حکمت در اروپا
ترجمه که کرده ترجمه کرده عقل، ولی بعضی از کتابایی که در ایران اخیرا من دیدم ترجمه کردن چون گود سنس نوشته شده انگلیسی، یعنی گود سنس، البته من با زبان فرانسه آشنام، زبان فرانسه بون سانس، لو بون سانس، البته در زبان فرانسه هم لغزون به معنی عقله که همون ریزن انگلیسی باشه، ولی حضرت عالی با احاطه‌ای که دارید حضور ذهنی الان دارید که اون رو شما چی معنی میکنید؟ چون بحث در باب تقسیم عقول بین ابناء انسان‌ها به طور مساویه و آیا اینو دکارت استهزاءً در واقع یه جورایی گفته یا نه، این یک سوال. سوال دوم اینه که در باب اطاعت از پیر که محور این سخنان عرفا و عارف بزرگ جلال الدین رومی هست، خب ما این اطاعت از بزرگان و مشایخ و اینها، خب البته خب یکی از محورها و آموزه‌های اصلی این بزرگان هست، منتها خب انعکاس اینها در جامعه و در فضاهای سیاسی در دنیا در گذشته و حال و اینا، جناب عالی هم بارها و بارها من دیدم تذکر دادید به اینکه نباید ما اینها رو به اون شکل، هم امروز هم اشاره کردید، ولی من یه نکته ای رو میخوام عرض کنم که شاید انتظار داشتم که در بیانات شما در این صدها گفتار جایی، البته من همه رو توفیق نداشتم بشنوم، میومد و اون اینکه آیا غیر از اینه که لااقل از زمانی که تاریخ مضبوطی هست از اهل فلسفه، از یونان قدیم و از اون دوران سقراط و قبل از اونها، اینا که به این اندیشه بودن که، و افلاطون به خصوص، که جامعه رو چگونه باید اداره کرد، که آیا باید مثلا اشراف باشن، نجبا باشن، چه باشن، فیلسوفان باشن، حکما باشن و و و غیره، که بعد در میبینیم در حوزه معارف دینی و اسلامی هم در اجتهاد مثلا میگه مجتهد اتقا باشه، اورع باشه، اشجع باشه، نمیدونم چه باشه، اعلم باشه، البته اینا همه بوده. آیا شما به این قضیه اعتقاد دارید که در بعد از این عصر روشنگری به خصوص این فیلسوفان فرانسوی مثل مثلا ژان ژاک روسو و مثل دیگران و در انگلستان مثل جان لاک و جاهای دیگه، اینها با این تئوری تفکیک قوا که به این در واقع نتیجه رسیدند که ما به جای اینکه بگردیم سالمترین و نجیبترین و درستکارترین و فاضلترین و یا فیلسوف رو به عنوان حاکم انتخاب بکنیم، باید خود قدرت رو تقسیم کنیم و بشکنیم به سه قوه، حالا بنابراین نظر رایج و اصلی، و بنابراین وقتی ما سه قوه داشته باشیم که اینها همدیگر رو چک اند بالانس بکنن و همدیگر رو نظارت و کنترل بکنن، دیگه میتونیم قبول کنیم که از فساد به دوریم. حالا این میخوام بگم آموزه های مربوط به تبعیت از پیر و مرشد و مشایخ از نظر حضرت عالی در دوران کنونی و ارتباطش با این قضیه و این تئوری‌های سیاسی که واقعا به نظر میرسه که جایگزین شده و الان جایگزین دیگری نداره، این رو چجوری شما تبیین می‌فرمایید؟ امیدوارم تونسته باشم، چون می‌خوام وقت تضییع نشه زیاد توضیح ندادم، ولی برای جناب عالی حتما آشکارتر از خورشید هست و اینا، خواستم توضیح ارائه بفرمایید، ممنون میشم. بله متشکرم. راجع به سوال اولتون که خوب دکارت که نمیگه خدا هم به همه عقل مساوی، میگه همه چنین میپندارند که خدا بهشون بیشترین عقل رو داده و یا دست کم فکر میکنن در این از این جهت خدا کم نگذاشته و عقل خوبی بهشون داده و بنابراین گله ندارن از خدا. بعد وقت دکارت وارد این بحث میشه که خیلی خوب، حالا فرض کنیم که همه عقل داریم، همه عقل مساوی داریم، پس چرا اختلاف داریم؟ بعد میگه چون روش به کار بردن عقل رو، روش درست به کار بردن عقل رو بلد نیستیم، این است که با داشتن عقل و شاید هم بهترین عقول و عقول مساوی ما همچنان به خطا میریم. و اون رسالش هم همون گفتار در روشه که همطور که گفتید مرحوم فروغی هم ترجمه بسیار خوبی کرده، ترجمه خیلی درخشانی. از حضورتون که اما این سوال بعدیتون من نفهمیدم. ببینید اون چی که راجع به تفکیک قوا و تقسیم قوا گفتید و لاک و روسو و دیگران
خلاصش همون سخنی است که کارل پاپر میگه که سخن بر سر این نیست که چه کسی حاکم باشه، بلکه اینکه چگونه باید حکومت کرد. و او میگوید که افلاطون همه رو گمراه کرد. از همون ابتدا آمد و گفت که کی باید حاکم باشه، بعد گفت که فلسفر کینگ یا کینگ فلسفر و فیلسوفا باید حاکم باشند و حاکمان باید حکیم باشند و الاخر، و همه فکر کردن که همه نقطه ثقل روی اون شخص حاکم است. بریم اونو پیدا کنیم که فیلسوف باشه، به قول شما اتقا باشه، اشجع باشه، چنین باشه. و حتی پاپر تا اینجا میگه حتی مارکس هم اشتباه کرد، گفت طبقه کارگر باید حاکم باشه، در حالی که اصلا این اهمیتی نداره یا اهمیت درجه دوم داره که چه کسی در رأس امور باشه. اون چگونگی حکومت کردنه که خیلی مهمه، و اون چگونگی یکیش اینه که عقول دیگران رو هم در میان بیاریم و بعدم تفکیک قوا بکنیم و امثال اینها، تا سیاست بهتر اعمال بشه و رنج کمتری به مردم برسه. آره، لب لباب مطلب اینه، ولی اون پیر و مراد و مرشد و اون اطاعتهای کورکورانه و سرسپردگی و دلسپردگی اون ربطی به عالم سیاست نداره. و اگرم وارد عالم سیاست بشه که بسیار بسیار آفتزاست، من یه مقاله دارم تحت عنوان ولایت سیاسی ولایت باطنی، ولی سالها پیشه، 20 سال پیشه، اونجا دقیقا همینو گفتم. گفتم یه ولایت باطنی داریم، همین ولایت مشایخ است بر مریدانشون، خوب یا بد این متعلق به اون حوزه است. اما اگر این ولایت وارد سیاست بشه، یعنی همون گونه طاعت کورکورانه از مردم خواسته بشه، این آفت میآفرینه، این فاجعه ایجاد میکنه. الان هم همینطور است. حالا در حلقه های کوچک تصوفی کسانی پیر خودشون رو قبله می دانن، پیر خودشون رو عین راه و عین صراط مستقیم می دانن، امتحانش نمی کنن، محاجه نمی کنن، از او دلیل نمی خوان، حجت نمی خوان. خیلی خوب، حالا خودشون می دونن. اما اینکه این بخواد در صحنه کلان جامعه مطرح بشه و درسی باشد برای دیگر، مخصوصا بیاد و به عرصه سیاست برسه و مردم همه تابع محض باشند و از حاکمان خودشون پیش حجت نطلبن، انتقاد نکنن، امتحان نکنن، نه نه، اینا خب خیلی خطرخیزه و امروزه به هیچ وجه قابل توصیه نیست. دو تا سوال اومده، من دو تا رو با هم میخونم چون به نظر میاد توی موضوع هستن. آیا انسان‌ها و مشخصاً علما اجازه دارن تا قرآن را تفسیر کنند و بدون حدیث و روایت‌ها از جانب هر فرقه قرآن به خودی خود کافی و واضح نیست؟ سوال بعدی هم اینجور مطرح شده که روایات و احادیث و سخنان مکتوب به اصطلاح عالمان برای بشر حجت نیست، ملاک تشخیص چیست؟ پس بنابراین ملاک تشخیص چیست؟ بعد اینکه قرآن رو با تفسیر کرد هیچ شکی نیست، چون هر متن رو باید تفسیر کرد، مخصوص اینکه ما از دوران تکوان این متن خیلی دور شدیم و طی عصر و قرون قبارها نشسته بر این متن و ما دست کم باید قبار زدائی بکنیم تا به مراد مؤلف یا معنای متن برسیم، شکی وجود نداره، این کارا رو باید بکنیم. در این راه هم کمک میتونیم بگیریم. کمک بگیریم چی؟ از اقوال مفسران، کمک بگیریم از درک دیگران. این همون عقل را با عقل دیگر یار کن، همینه دیگه، عقلمون رو بذاریم پیش عقل دیگران. ما اولین کسانی نیستیم که میخوایم به فهم قرآن برسیم، تفسیرش کنیم. دیگران میکنه کردن و راه بلندی رو پیمودن و موانعی رو از میان برداشتن، حجاب هایی رو دریدن، دریچه هایی رو به روی ما باز کردن، ما نمیتونیم رو نادیده بگیریم. روایت احادیث هم همینطوره. روایت احادیث هم شما فکر کنید اقوالی هستند که آمدند، منسوب به امامانن، منسوب به پیامبرن، هر چی میخواد باشه. این روایات رو هم میتونیم ازشون کمک بگیریم برای فهم. البته نهایتا ما باید دفاع بکنیم از اون رأیی که اتخاذ میکنیم، یعنی باید بگیم که این آیه معنا رو میده، نه اینکه چون اون روایت میگه، چون فلان کس گفته. خب نه، باید ما با همه این کمک‌هایی که از اینو میگیریم به یه نقطه‌ای برسیم که اون نقطه از نظر ما قابل دفاع باشه و بر آیه قرآن قابل انتباه باشه.
تکلف نباشه، زور نباشه، تفسیر به رأی نباشه، یک جانب نگری نباشه. خب اینا همش هست دیگه، کار دشواری هم هست، یعنی راحت نیست. بله البته قرآن راحت بوده برای افراد اون دوران، خود قرآن هم چند جایی رو میگه، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن رو ما آسون کردیم فهمش رو، ولی خب این آسون اولا برای ما که همزبان قرآن نیستیم و عرب نیستیم، ثانیا هم دوران و هم روزگار با پیامبر و با صحابیان پیامبر نیستیم، ناگزیر یک حجاب‌های پدید آمده است و این حجاب‌ها باید دریده شود و به همین دلیل است که خب ما باید مراجعه کنیم، کمک بگیریم، عقل دیگران رو هم به کمک بطلبیم. اگر روایتی از پیامبر آمده، از امامان آمده، اینا رو هم مد نظر قرار بدیم، همه اینها رو در کار کنیم برای اینکه نکته رو روشن کنیم و یه غباری رو بزداییم. بله سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام، متشکرم. بله، هرچند که من یک سوالی از جلسه پیش داشتم که برام مهم بود، معنای کلمه فرهنگ رو در یک در واقع واژه‌کاوی که فرمودید با کلمه کالچر، یه معنای خیلی خوبی به دست آمد که در واقع به معنای یک پوشش گیاهی هست که گویا به نحو طبیعی، مثل پوشش گیاهی که به نحو طبیعی یک منطقه‌ای و یک سرزمینی که آدمیان در او زیست می‌کنند رو فرا میگیره. اون به سلام مراحل اون تحلیل رو دوست داشتم برام بفرمایید. یکی این، یکی هم این که داشتم حقیقت مطلب امروز فکر میکردم، نفس وجود ماوراء طبیعت، ماوراء طبیعت، چون فلسفه قدیم که خب یه مقداری تقریبا به اون استواری سابق نمونده، علوم جدید هم مرز میان طبیعت و ماوراء طبیعت رو یا خیلی کم میدونن یا در واقع ماوراء طبیعت رو انکار میکنن. اگر یه کسی از ما بپرسه که شما به چه دلیلی اصلا ماوراء طبیعتی قائل هستید، حالا اصلا قبل از دیانت و قبل از پیامبران و اینها، ما ماوراء طبیعت رو به لحاظ حالا فلسفه حداقل چجور میتونیم بگیم طبیعت یه ماورایی داره که طبیعی نیست، از جنس طبیعت نیست؟ این دوتا مطلب رو میخواستم خواهش کنم بفرمایید. بله، حالا سوال دومتون خیلی ارتباط با بحث ما پیدا نمیکنه، ولی بله ماورای طبیعت رو بالاخره فیلسوفانی هم که بی خدا بودن مثل ارسطو قائل بودن، برای اینکه از روح آغاز میکردن دیگه، از نفس، و اینکه آدمی نفسی داره و این نفس غیر از بدنه و متفاوت با بدنه و به دلیل اینکه مرکب از اجزا نیست، نمیپوسه، از بین نمیره و با زوال بدن زائل نمیشه و از اینجا. و بعد وقت چون که نفس در حال در این حال که نقش مدبر بدن داره و غیره و ماندگاره، و شما در آثار سقراط هم میبینین، سقراطی که البته افلاطون آرایش رو نوشته که خب قائل به حشر، قائل به بقای روح، اینجور چیزها، اینا خب بوده دیگه. و عرض به حضورتون که اما البته این حالا حشر، من در مورد سقراط این شاید حشر وجود، ولی بقای روح رو قطعا قائل بوده. بعدا خب البته پیامبران آمدند و بحث حشر رو اینا هم مطرح شد، و بعد به لحاظ همون فلسفه های قدیم، یعنی فلسفه هایی که فقط متکی بر حجت و استدلال بودن، خب نفس چون یک درجه بالاتر از عالم ماده است، به هر حال علتش هم باید غیر مادی باشه، و به این ترتیبه که در واقع ما برای طبیعت ساخته میشه و همطور این سلسله علل میرسد تا به محرک اول به قول ارسطو،
یا به علت العلل و یا به واجب الوجود بنابر تعبیرات مختلفی که داریم. اینه اون مسئله ای که ما رو وادار میکنه که قائل به ماورای طبیعت بشیم و منتها کیفیت تصویر ارتباط این ماورای طبیعت با طبیعت البته همیشه دشوار بوده. خب روز ارسطو نسبت نفس و بدن و نسبت صورت و ماده میدانست، بعدی ها هم کم و بیش همین کار رو داشت رأی رو داشتن، ولی خب در مورد ملا صدرا خب مسائل قدری فرق کرد. علی حال اون سکوی اولی که پرش از اونجا آغاز میشه و ما میرویم به سوی ماورای طبیعت همین نفس ناطقه است، چون نفوس حیوانات دیگه مجرد نیستن به اعتقاد فیلسوفان و با زوال بدن میرن و فقط کارشون تدبیر بدن حیوانات است، مثل نفس نباتی که هم حافظ وحدتن و هم مدبرن، اما خودشون هم مادیان، یعنی به اصطلاح امروزه اپی فنومنونن. ولی در مورد نفس ناطقه خب نه، سطح وجودیش رو برتر از سطح وجودی ماده و بدن و ارگانیسم میدانن و لذا او رو مستغنی و مستقل از بدن میشمارن. اما در مورد کالچر بله، یعنی ببینید فرهنگ در زبان فارسی تا مولوی هم چند جا به کار میبره، فرهنگ یه چیزی شبیه حیله میمونه، شبیه تدبیر میمونه، غیر مردن هیچ فرهنگ دیگر در نگیرد با خدا ای حیله گر. اگه میخوای فرهنگ به خدا بزنی، یعنی پولیتیک بزنی به اصطلاح امروزی، غیر از مردن راه دیگری نداره. این فرهنگ یا مثلا سیرم از فرهنگ و از فرزانگی، عاشقم من بر فن دیوانگی. فرهنگ و فرزانگی، فرهنگ یعنی کاردانی یا تدبیر یا حیله یا مکر یا امثال اینها، فرزانگی هم که یعنی دانایی. منتها گفتم ما در فارسی یا عربا ثقافه به کار میبرن با سه نقطه، اما کلتور یا کالچر به فرنگی که از همون ریشه کالتیویشن میاد یعنی زراعت کردن، این معنای بهتری داره، یعنی به ریشهش که برگردیم این اسم رو با مسمی بهتر تطبیق میکنیم، که مثل یه مزرعه میمونه که توش گیاهان مختلف بیرون میاد و هر گیاهی که میروید خودش رو در این مزرعه مییابد و این آب و هوای مزرعه و خاک اینا همه در هر گیاهی که اینجا میروید تأثیر داره، یک حال و هوای خاصی به کل این بوستان یا این مزرعه میده. کالچر یک چنین چیزی است، یعنی و بعد ماها کالتیویت میشیم، ما هم زراعت میشیم، ما هم مثل که ما رو میکارن در اون مزرعه، بعدم ما بلند میشیم و بزرگ میشیم و میایم تا پژمرده بشیم، ولی خب این کالچر یعنی مزرعه ادامه پیدا میکنه، بعد از او گیاهان دیگه میان، علفهای دیگه میروین علی قدر مراتب هم. به این معنا آدم وقتم آدمی که با کالچر با فرهنگ کالتیویتده، یعنی در واقع فرهنگ در او ریشه کرده، نه اینکه مثل یه علف هرزی در آمده باشه در حاشیه باغچه و برافکندنی باشه، ریشه دار باشه در او، یعنی از اون خاک خوب تغذیه کرده باشه، از اون آفتاب تغذیه کرده باشه، از هوا و امثال اینها. این اون چیزیست که در ریشه یابی کلمه کالچر ما میتونیم یا کلتور میتونیم به دست بیاریم. فرهنگ این کلمه ما یا ثقافه عربی به خوبی این رو نشان نمیده. من متشکرم. یه تذکری داشتم، یه سری سوال ها که ریشه فلسفی و علمی و به هر حال اون زمینه ها میگنجه در دروس علم و خلاف و وفاق علم و دین شما داره بست و بررسی میشه. اگه دوستان در اون جلسات سوالاشون رو ارائه بدن بهتره. مثلا یه سوالی روی یوتیوب اومده، گفتن استاد وقتی علم نورولوژی جدید نفی اختیار میکند و خودتون هم بهش اشاره کردین، جایی برای اختیار میمونه؟ سوال کردن. خب اینو شما در دروس علم و دینتون دارین بررسی میکنین و خوبه که این سوالها در اون کلاس ها مطرح بشه. دوستان اونجا لطفا تشریف بیارند و سوالا رو مطرح کنند. اینا سوالاتی است که خود منم مطرح کردم و تا حدودی که تونستم روشنگری کردم. بله. همه رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.